آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها حکم این برنامهش گیرا نبود به دو دلیل، هم مجریش داداش احمد بود، خیلی معمولی بود. بابا اون چیزه بابای شیخ پس کدوم ترجمه برنامه که داره تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله که بتونیم خدمتگزار شما بزرگواران باشیم و سوالات شما عزیزان رو بتونیم پاسخ کنیم. شما جا خدمتون سلام میکنم، برنامه خوش آمدید. سلامت باشید، خدا شما رو حفظ کنه. سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه انشاءالله طاعتتون، متبرک شیم به این دعا ابتدای برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. خیلی مشکرم، مجموع ممنونی. ان شاء الله که بتونیم استعانت بجیم از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که لا اقل قدم های ولو کوتاه در راه فقاهت برداریم و به مقداری که میتونیم لا اقل با مبانی و احکام شرعی خودمون آشنا بشیم. از آقا احکام مفطرات روزه رو میفرمودیم خدمتون هستیم. بزرگواری به اندازه که از زمان باقی مونده و بنا گذاشتیم خیلی مختصر تا ان شاء الله بیشتر به سوالاتتون برسیم، تقریبا اون چه که مترتب میشه بر مفطرات گفته شد. یه اشاره کنیم به بحث روزه مسافر. کسی که عذرش در روزه نگرفتن ماه مبارک رمضان سفر بوده و روزه نباید میگرفته، چون دیدید روزه یا واجبه یا حرامه، روزه مستحب ما نداریم، امساک مستحب داریم، اما روزه مستحب تو ماه مبارک رمضان ما نداریم. اونی که وظیفه‌ش باید بگیره، اونی که عذر داره نباید بگیره. بنابراین بله، بعضی ها مخیر بودن، میتونن روزه بگیرن، میتونن افطار کنن بعدن، ولی اگر روزه گرفتن همون واجبشون حساب میشه و واجب از گردنشون ساقط میشه. بنابراین مسافر مادامی که در سفر هست، اگر اذان ظهر عبور کرد و در سفر بود، نه در وطن بود و نه در جایی که قصد ده روز کرده، این شخص باید بعد از ماه مبارک رمضان اون مقداری که در سفر بوده قضا کنه. حالا کسی بگه من نمیدونستم در سفر روزه گرفتم، قبوله یا قبول نیست؟ نه، روزه در سفر اگر نمیدونستید گناه حساب نمیشه، در حالی که اگر میدونست گناه بود، ولی باید بعدن حتما قضا بکنم. یه کسی، این خیلی عرض کردیم مورد سوال هست، هرچی هم تکرار بشه جا داره، یه کسی اذان صبح در سفره ولی میدونه تا اذان ظهر به وطنش یا جایی که قصد ده روز داره میرسه، خب سحری هم میخوره، نیت روزه بکنه یا نه؟ نه، چون مسافر هنوز. میتونه الان قضا میل کنه؟ بله میتونه میل کنه، اشکالی نداره، ولی اگه میخواد اون روز رو روزه بگیره امساک کنه بدون نیت، وقتی رسید به وطنش یا اونجایی که قصد ده روز داره اونجا نیت کنه. خب آیا کسی که میخواد یه قصد ده روز بکنه نباید یه نماز چهار رکعتی بخونه؟ بله، نماز چهار رکعتی مال وقتی که نمیخواد روزه بگیره در ماه مبارک رمضان. همین که نیت روزه کرد، خودش قصدش منعقد میشه با همین نیت روزه. خدای من یقین دارم، مطمئن هستم ده روز اینجا میمونم، امروز روزه میگیرم، قربتن الله تعالی، ماه مبارک رمضان هم هست، این حساب میشه از روزه ماه رمضان. و از اول نیت کرد چطور؟ نیت اول ماه رمضان درسته، ولی احتیاطاً بعد از آنکه منقطع شد با سفر، وقتی رسید نیت روزه رو اون روز بکنه که امساک بدون نیت نبوده باشه. بنابراین از آن التفات دارن اگر کسی در سفر سحری خورد نمیتونه نیت روزه بکنه، یعنی اگر این مسئله رو میدونست و نیت کرد گناهه، و اگر نمیدونست انشاءالله گناه نیست، اما خب بدونیم مسئله رو یاد بگیریم.
بعد از آنی که به وطن رسیدیم و چیزی نخوردیم از اذان صبح تا الان نیت روزه میکنیم. خب حالا کسی میدونه از اون ظهر میرسه میتونه الان غذا بخوره؟ بله. کما اینکه بعضیا وسط روز ضعف پیدا میکنن یا میخواد علی حال احتیاطا اون روز رو بعدن غذا کنه به جهت اینکه مقدار حالش ناخوش هست یا هر چی، میره چهار فرسخی قبل از اذان ظهر هم هست. اما اگه اذان ظهر عبور کرد و شخص روزه بود دیگه نمیتونه، با چهار فرسخ رفتن و با هر جهتی باطل نمیشه. فقط چیزی که این رو باطل میکنه عضو شرعی است که نسبت به خانم ها پیش بیاد. اون اگر پیش بیاد بله معلوم میشه که اون روز روزش درست نبوده، بعدن بعد یکی روز قضا کنه، ولی خب اون هم احتیاطاً امساک کنه تا مغرب، ولی معلوم میشه که اون روز برش روزه واجب نبوده. یه سری نکات ریزی نسبت به احکام مسافر هست، انشالله فردا تکمیل میکنیم تا انشالله به سوالاتتونم برسیم. یکی دو روز آخر هم انشالله میذاریم برای مسائل زکات فطر. خیلی متشکرم، ممنونم از شما و از بزرگواری های شما عزیزان. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با سوالاتتون در خدمتتون. خیلی ممنونم از دوستانم در اتاق فرمان، با بخش سوالاتتون در خدمتتون هستیم و تذکری که سعی میکنیم هر روز خدمتتون بدیم که اگر سوالی و شبهه‌ای توی ذهنتون هست، مسائلی که به دنبال جواب اون حکم میگردیم، برای ما ارسال بکنیم، انشاءالله بتونیم پاسخگوی سوال شما باشیم. حاجی آقا، ما یک سوال رو دیروز آخر وقت بود مطرح کردیم، ولی قرار شد مفصلش امروز در خدمتتون باشه. سلام کردن و سلام دادن خدمت آقا سید الشهدا با عرض سلام و ادب و خسته نباشین، به امید قبول طاعات و عبادات شما عزیزان و سروران ارجمند. چند قسم سوالشون، قسم یکیش این بوده که پرسیدن آیا در ماه مبارک رمضان قبل از 2 یا 3 ساعت به اذان مغرب عادت ماهانه شوند و شروع بشه روزه باطل است و یا خیر کفاره داری یا خیر؟ این سوالشون قسم اول. و تو قسم دوم اینه که بعد از غسل دوباره نیت روزه بکنن چطور، و بحث لکه خونی که دیده بشه حکمش چیست که ما دیروز این رو پرسیدیم. این سوال سه قسم جداست، یعنی باید در سه حالات مختلف بررسی بشه. چهار هم داره بعد حالا اجازه بدید من همون یکی که، چون اینا با هم متصل نیست. ببینید سوال اولشون ظاهرا مال زمانی هست که تازه شروع ایام عادت هست، چون ایام عادت اقلش 3 روزه و اکثرش 10 روزه. بنابراین اگر کسی میدونه این لکه بینی که الان شروع شد عادتش هست، خب روزه اون روزش باطل میشه. حتی اگر چند لحظه مونده باشه به اذان مغرب، روزه اون روز باطل میشه و بعد از ماه مبارک رمضان یک روز فقط باید قضا بگیره، کفاره دیگه نداره. بله، یعنی اون روز روزش کامل نشده و روزه باید کامل باشه، بنابراین یک روز بعدن قضا کنه، چیز دیگه هم نیست. این نسبت به سوال اول این بزرگوار. اما سوال دوم، اگه کسی غسل کنه باید روزه بگیره یا نه، این مال بعد از پاک شدنه. یعنی فرض کنه 6 روز یا 7 روز ایامش بود، تمام شد، حالا غسل باید بکنه. اگر وسط روز تمام شد و پاک شد، اون روز هم روزه برش واجب نبوده، برای نماز باید غسل بکنه، غسل کنه برای نماز، اون روز هم امساک کنه. کما که در روزهای دیگه در ایام عادت که روزه نیست، یا مسافر که میگیم روزه نیست، انشاءالله اگر شد فردا بیشتر عرض میکنیم، معناش این نیست که بالاخره آزاد هر کاری میتونه بکنه. بله خوردن و آشامیدن آزاده، اما در ملاء عام در حضور مردم خدای نکرده باید خیلی مراقب باشیم که بی احترامی نشه. خوبه که با روزدارها همراه باشه، غذای مفصل سفره آنچنانی نبوده باشه. بنابراین اگه وسط روز تمام شد و پاک شد، غسل بکنه برای نمازش، اما روزه اون روز درست نیست، یعنی اون روز روزه حساب نمیشه، امساک خوبه بکنه، بعد این روز رو هم جز هم روزهایی که بعد از ماه رمضان باید قضا کنه قرار بده. فرض کن 6 روز گذشته، روز هفتم بعد از نماز صبح به نیم ساعت پاک شد، اون روز روزه نیست، اون روز رو هم باید بعد از ماه رمضان، یعنی میشه روز هفتم بعد قضا کنه. اما اگر منظورشون اینه که لکه دید غسل بکنه، روزه اون روز چی میشه؟ خب اگه لکه جزء عادتش هست ادامه پیدا میکنه و عرض کردیم اقلش 3 روزه، الان غسل نداره. اگر استحاضه هست، یعنی احتمال داره که به خاطر ضعف و اینها اصلا عادت نباشه، قطع بشه،
این جور موارد رو خوب دقت بکنید. اگر مجرد لکه‌بینی هست، احتمال داره از عادت باشه، احتمال داره نه، باید اعمال مستحاضه رو انجام بده. یعنی الان اگه قلیل است احکام قلیله، متوسط است احکام متوسطه، با اون یه دونه غسل کثیره است، با اون غسل هایی که برای نماز میخواد انجام بده، روزش درسته. حالا اگر این لکه‌بینی ادامه پیدا کرد و خون جریان پیدا کرد و از سه روز رد شد، از همون اول لکه‌بینیه معلوم میشه چی بوده؟ عادتش بوده. اون روزی که روزه گرفته بعدن باید باز هم قضا بکنه. این عمل احتیاطیه. اگر هم قد شد ادامه پیدا نکرد، روز دومو تمام شد، معلوم میشه همون استحاضه بوده، اعمالش درست بوده و روزهاش هم صحیحه. همین اتفاق میفته بعد از 6-7 روز. اگر لکه‌بینی ادامه پیدا کرد، غسلش رو انجام میده، غسل حیض رو انجام میده و روزش رو میگیره. برای لکه‌بینی هاش و اگر بیشتر هم بوده باشه، اعمال مستحاضه رو انجام میده. اگر این حالت از 10 روز رد شد، یعنی اون 6-7 روز عادتش با این لکه‌بینی ها و رنگ دیگه و شکل حالات دیگه، از 10 روز رد شد، معلوم میشه مستحاضه بوده و اعمالش درسته. اما اگه قبل از 10 روز قطع شد، یک دونه غسل حیض دیگه انجام بده، اون چند روزی رو هم که روزه گرفته بعدن قضا کنه، یعنی اون چند روزی که بعد از عادتش بوده احتمال میداد که مستحاضه باشه، روزه ها رو گرفته، اما مثلا 6 روز بوده، این ماه شده 9 روز، 9 روز رو بعدن قضا کنه. قسم چهارمشون جا سوال پرسن در رابطه با ختم عاشورا که 40 روز پشت سر هم هست، تو اون ایام عادت ماهانه چطور میتونن بخونن؟ یاد خود زیارت عاشورا خوندنش مشکلی نداره، اما نماز زیارت عاشورا هم که جزء زیارت عاشوراست نمیشه. به این بزرگوار عرض میکنم تو ایام عادت بخونن زیارت عاشورا رو، اما بدون نمازش، و اون مقداری که ترک شد و فاصله افتاد تو این ایام بعد هم دوباره تکرارش کنن. مثلا فرض بکنید رسیده بود به 23 22 زیارت عاشورا، یعنی از بعد از پاک شدن ماه قبل زیارت عاشورا شروع کرد، الان روز 22 عادتش شروع شد، فقط زیارت رو بخونه بدون نماز. چند تا مونده؟ 8 تا، تا بشه 30 تا، 10 تا، 18 تا دیگه باقی مونده. 7 تا 8 تا رو تو ایام عادت خوند، فقط زیارت بدون نماز. بعد از اینکه پاک شد نماز اون 17-18 تا رو نه کامل دوباره بخونه، هم زیارت رو هم نماز رو، این دیگه قطعا بدون اشکاله. بسیار. یعنی اون قبلی ها رو خوند بدون نماز، همونایی که بدون نماز خوند دوباره هم بعد با نماز تکرارش کرد. خیلی متشکرم. من یه توضیح کوچیکی بدم به بینندگان بزرگواری که لطف میکنن مهربانانه پیام میدن و سوالاتشون رو میپرسن. خیلی از سوالات که ارسال میشه به حال حجم حجیمی از سوالات به دست ما رسیده، ما هم داریم سعی میکنیم که سوالاتی که خیلی مبتلا به هست رو اونا رو مطرح بکنیم و اولویت بدیم به سوالاتی که زودتر ارسال شده به برنامه. یه وقتایی سوالاتی که مناسبتیه، مثلا خیلی از سوالاتی که من دارم میبینم مربوط به شبهای قدره، اگر با تأخیر خونده میشه توی برنامه، حال عذر ما رو بپذیرید، انشالله مطالب رو میگیم. ما قرار نیست که فقط برای همون لحظات مسئله رو پاسخ بدیم و تکلیفمون رو بدونیم، به حال به عنوان یک معلومه برای سال آینده به درد ما خواهد خورد و به حال عذرهای ما رو پذیرا باشد. سوال پرسیدن جواب سلام کردن خدمت شما و گفتن من در کشور سوئد زندگی میکنم و وقت اذان مغرب خیلی دیر هست و به مناسبت لیالی مبارکه قدر، آیا میتوانم اعمال مبارک رو و شب مبارکه رو با شهر مقدس کربلا شروع بکنم یا خیر؟ بله خیلی هم کار مناسب و خوبی است. حالا امسال خیلی زیر وقت هم بله. چون خیلی از اعمال میمونه خصوصا شب 23، ولی انشالله که این کار کرده باشید. اگرم نکردید چون نیت شده داشتید، انشالله از کرم حضرت حق نصیبتون خواهد شد و در نامه اعمال نوشته میشه. اشتا. وقتی از طاق نظرش این هست که با 17 ساعت و نیم میشه افطار کرد، بنابراین اعمال بعدش رو هم میشه شروع کرد، ولو هنوز روز هست میشه اعمال شب قدر رو شروع کرد. حالا اگر انجام شده باشه، یعنی مثلا بعضی از اعمال رو انسان انجام بده اون موقع، مثلا حتی غسلش، غسل شب قدر داره که یکی شب 23 که اول شب نزدیک غروب انجام بده که آخر شب، ولی غسل رو میشه الان انجام داد، سوره های قرآن رو میشه قبل از اذان مغرب خون و بعضی از دعاها و نمازها و مناجاتایی که مربوط به سحر هست بگذره برای وقتی که بعد از هوا تاریک شد. خیلی متشکر. در طبع ایام عادت ماهانه رو سوال کردن که آداب خوردن چگونه است؟ آیا آداب خاصی دارن؟ کمتر باید بخورن تو ماه مبارک رمضان یا خیر؟ یه اشاره کردیم. بله، کسی که معذور از روز پیرمرد، پیرزن، زنی که در ایام عادتش هست، مسافر، بهتر هست که اولا مقابل روزدارها نباشه،
باید در ملأ عام نباشه که خدای نکرده بی احترامی به ماه مبارک رمضان بشه، و اگر هم مثل همیشه نباشه، یعنی سفره مرتبی انداخته نشه، ولی وقتی شما مهمون مسافر دارید، خب بله وظیفه است که کم نذاره انسان پذیرایی ازش بکنه، ولی طبیعتا مهمان هم خودش توقعی نداره و چقدر خوبه خود مهمان هم به صاحبخونه بگه که نمیخواد سفره بندازی، یه تیکه نونی، چه میدونم وسیله یه غذای مختصری توی گوشه یه اتاقی که حتی بچه ها، چون چه بس آدم مهمونه یه خانواده هست، دختر 9 ساله که تمام بچه کوچیکیه تازه روزه هست، ببینه اینا دارن میخورن، چطور آدم برای شرح بده که بابا اینا مسافرن، میخوان اینا بزرگتر از منن، اینا چطور دارن، ممکنه تأثیری بگذاره رو. در حقیقت خیلی باید انسان مراقبت بکنه که شخصی رو که در مقابلش هست خدای نکرده مورد تأثیر قرار نده. این هست، اگر جامعه همه مقید باشن، کسی هم که مقید نیست مقید میشه. اما اگر روزه‌دار داشته باشه، مگر در خفا لذا اسلام میگه حتی اگر روزه نیستی مقید به ظاهرش باش، چون وقتی دید اون سیگار میکشه، اون داره آب میخوره، اون آجیل دستشه، اون فلان، طبعا برای شکستن روزه آسون میشه. خب هش میده بسیار خوب. پرسیدن که خیلی از آقایون در ماه مبارک رمضان اجازه دادن از سهم امام خمس برای آزادی زندانیان هزینه بکنم تا سقف 500,000. سوالشون بوده که حضرت آقا همین اجازه رو خواهند داد یا نه؟ خواهشن این سوال رو بپرسید. ببینید مسئله تصرف در سهم امام، سهم سادات، خب مواردش معلوم، سادات فقیر هستن. اگر اون موردی که زندانی هست از این قبیله، خب مشکلی نداره خرج بشه. اما اگر سهم امام میخواد استفاده بشه، حتی همون سهم ساداتش هم احتیاطاً فرمودن، احتیاط وجوبی کردن که با اذن حاکم شهر باشه، یعنی از خود مرجع تقلید یا از وکلا ایشون اجازه بگیرید. بنابراین اگه میخواد از طریق این برنامه اجازه داده بشه، اینطور نیست که یک اجازه عامی داده بشه، یعنی نیست روش دفاتر و مراکز عمده مراجع تقلید در جمله حضرت آقا، اینطور نیست که اجازه کلی بدن. بله تو بعضی از موارد خاص ممکنه بگن فلان پروژه، فلان برنامه، فلان مؤسسه تا 1/3 از سهم امام، تا نصفی از سهم امام، تا زمانی که مخارجشون تأمین بشه اشکالی نداره، یه وقت ممکنه اینطور گفته بشه. اما اینکه به صورت کلی حالا کجا هست، طرف کیه، چجوری میخواد صرف بکنه، این معمولا گفته نمیشه. شما اگه میخواید این مشکل حل بشه، باید به یکی از وکلای مرجع مراجعه بفرمایید و بگید آقا من برای فلان زندانی میخوام، برای فلان مسئله میخوام، فلان موضوع اینم مدارکشه. و اگر از وجوهاتی هست که برای خودتونه، میخوام آقا از سهم امام خودم پرداخت بکنم، اون هم همینطور، اون هم یه اجازه. ولی معمولا تو اینجور موارد، تو این مبلغی هم که شما فرمودید اجازه میدن، اینطور نیست که حالا که ما داریم این سختی بیان میکنیم یعنی اجازه نمیدن، نه. ولی به صورت کلی که چون حاکم شهر به گردن میگیره دیگه، چون برای خودش نیست، برای خودش یک واسطه است، دین نیست، باید به صاحب دین برسه. اینم که میگیم با حاکم شهر مراجعه بشه، نه اینکه حاکم شهر میخواد جیبش بگذاره، نه، بیشتر مراجع ما نگاه میکنیم زندگیشون از حد متوسط هم پایینتر هست، برای خاطر این هست که میخواد تقسیم عادلانه باشه، حتی امکان بهتر تقسیم بشه، بارهای کلی رو زمین نمونه. شاید در نظر شما این مسئله خیلی مهمه که این زندانی مقدار بارش سبک بشه، اما در نظر حاکم شهر جهات مهمتر از این هم ممکنه بوده باشه، لذا است که میگن با در نظر گرفتن اجازه حاکم شهر باشه. خیلی سلام خدمت شما مجری محترم و حاج آقای عزیز. قبلا هم نماز میخوندم و هم روزه میگرفتم، الان 4 ساله که ترک کردم. احتمالا بحث روزه رو فقط ایشون فرمودن که ترک کردم، چون در ادامه فرمودن به علت مریضی نمیتونم روزه بگیرم، کفارش چیه؟ انشاءالله همینطور که شما فرمودید بوده باشه، یعنی از سوالی که پرسیدید پیداست بحث ترک کردن از روی تعمد نیست. راجع به نماز عرض میکنم هیچی مانع نماز نیست، مکرر گفتیم نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه، حتی اگر بیحال رو تخت بیمارستان، خدایی نکرده، خدا انشاءالله به همتون عافیت صحت بده، انسان افتاده باشه، باید نماز رو هر جوریش و هر مقدارش رو که میتونه بخونه و انجام بده، حتی اگه داره غرق بشه. بله، بنابراین نماز به هیچ وجه ساقط نمیشه. اگه خدای نکرده فکر میکرده حالا که مریضه، حالا که بیمارستانه، حالا که دست و پاش مثلا مشکل داره، بدنش فلان نمیتونه، پس نماز ساقط هست، نه، انشالله استغفار کنه،
چون باید سوال میکرد، باید عمل میکرد، اما نمازهای مدت رو باید قضا کنه. انشاءالله حالا که خدا بهش عافیت داده نمازها رو قضا کنه. راجع به روزه هم همینطور، اگر طبیب متدینی، طبیب مورد اطمینانی به شما گفت روزه نباید بگیرید، روزه بر شما مضر، ضررش هم ضرر قابل جبرانی نیست، خیلی سنگینه، بله اشکالی نداره روزه افطار بشه بعدن قضا بشه. اما اگر نه عذر در این حد نبوده، نرفته دم تحقیق بکنه، فکر نمی‌کرده انقدر بعضی با خدا پسر خاله میشن، یعنی خیلی راحت میگیرن، میگه بابا خدا که مهربونه، خدا که سختگیر نیست، خدا دنیا رو برای سختی گذاشته، دنیا رو برای امتحان گذاشته. میشه کسی بگه حالا دانشگاه مهم نیست که آدم حالا بخونه یا نخونه، خیلی چیز مهم نیست، بعدم بره سر جلسه امتحان بشینه و بخواد نمره قبولی بیاره. آقا باید ما یک روزی رو در پیش داشته باشیم به نام روز حساب، این یقینیه، این باور ماست، و برای روز حساب باید حتما یه چیزی داشته باشیم که ما تقدیم بکنیم. دنیا مزرعه آخرته، یعنی این، یعنی اگه نشستی و تماشا کردی اونجا چیزی برای درو کردن نداری. بنابراین اگه به نماز گفتیم با خدا رفیقیم، اگه بر روزه گفتیم با خدا رفیقیم، چی میخوایم اونجا درو بکنیم؟ بله با خدا رفیقیم، اما هیچی دستمون نیست و خدا اونجا عادله، اونجا مظهر عدل خداست. فرق بینیم که عمل کرده بله. و نکرده باید باشه. بله بنابراین من دلم این طوره، خدا رو خیر قبولش دارم، باورش دارم، فلان، اینها کافی نیست. مثل اینکه آدم پدر مادرش رو دوست داره ولی حرفشون رو گوش نمیکنه، این چه دوست داشتنیه؟ باید در کنارش اون هم بوده باشه. بنابراین اگر خدای نکرده از روی کوتاهی بوده، حتما باید هم نماز هم روزه قضا بشه. نماز که در هر صورت، روزه هم اگه ثابت شد این چنین بوده. حالا من بیشتر نمیگم که اگر کوتاهی کرده باشه تو تحقیق، یعنی احتمال میداده روزه برش هست، و چون دیدید بعضی مثلا خانم ها بهش میگیم چه روزه نیستی، میگه من بچه شیر میدم. میگیم خب بچه چند وقتشه؟ میگه یک سال و نیمشه. میگیم چقدر شما شیر میخوره؟ میگه دو وعده سه وعده شیر میخوره، اونم کم. غذا خوره بچه؟ ماشاءالله خوبم غذا میخوره. خب مادرم قویه، میتونه روزه بگیره، به هر طبیبی هم مراجعه کنه میگه خودش هم دو روز روزه بگیره مینه میتونه. شنیده اگه زن حامل است یا بچه شیر میده نمیتونه روزه بگیره، روزه هاشو خورده؟ تحقیق نکرده، نرفته تحقیق کنه. یه وقتی اصلا احتمال نمیداده، اشکال نداره، کفاره نداره. اما اگه احتمال میداده، چهار نفرم بهش گفتن و گوش نداده، این کفاره هم به گردنش میاد اگه معلوم شد میتونسته روزه بگیره. آخه یه وقتی ما تو افراط و تفریطیم، طبیب بهش میگه بابا برای بچه ضرر داره، شما حامل هستی، روزه نگیر، ضعیفی، بچه داره اذیت میشه، میگه نه من هر جور شده باید روزه هامو بگیرم، این گناهه. یکی هم از اون طرف بچهش دنیا اومده یا بنیهش خوبه، غذا خوره بچهش، بازم میگه نه من بچه شیر میدم یا فلان. هر دو جهت رو، افراط و تفریط رو باید مراقب بود. خیلی متشکرم. سوالی پرسیدن که تقریبا شبیه به اون رو الان شما پاسخ دادین. پرسیدن سلام، طاعات عبادتتون قبول حق باشه، ببخشید اگر شبهای قدر عادت ماهانه باشه میتونیم غیر از نماز اعمال دیگر به جا بیاریم؟ بله. شده تو مکان ها هم بفرمایید. بله. که هر مکانی هم میتونن وارد شن. بله همه جا میتونن، حسینیه ها فلان، فقط تو مساجده. بله. اونی که یعنی ممنوع هست براشون اینه، بنابراین تو جلسات هم میتونن شرکت کنن، حسینیه ها، فضاهای دیگه که گرفته میشه برای مجالس، دقت کنن فقط برای قرآن سر گرفتن، برای دعا خوندن دستشون به خطوط اینا. بسیار. با سلام، اگر در موضع وضو چسب زخم باشد، طوری که با برداشتن آن زخم تازه شود و خون بیاید، میتوان با آن وضوی جبیره‌ای گرفت؟ بله، اگر خون بر نمیاد به اندازه زخم و به اندازه که اطراف زخم نیاز هست، چون یه وقت نگاه میکنی طرف یه زخم اینجای دستش هست، تا اینجای دستش رو باند پیچوندن، نه این زخم اینقدر باند نمیخواد، اما یه وقتی نه، زخم یه جوری هست که اگر باز شد خون جاری میشه، باید همه این بسته باشه دیگه. حالا باید ببینید مورد چه جوری هست. به اندازه که زخم نیاز داره از جبیره بگذارن، اگه میتونه صورتشو بشوره، دست بکشه، اگر نه فقط هم اندازه زیر آب بگیره صورت خیس بشه، دست هم همینطور، و به مقداری که از جبیره میرسه، همون دستی که مرطوب به آب وضو هست، نه آب جدید، با همون لمس بکنه، مسح بکنه روی جبیره را. خب حالا میگم گاهی اوقات اینها هم افراط تفریط میشه، طرف جبیره گذاشته آبو میگیره تمام
جبیره رو خیس میکنه، وقتی فکر میکنه تا زیر جبیره هم باید به زخمم باید آب برسه، مثلا شما جبیره گذاشتید برای اینکه این زخم آب برای ضرر داره، برای اینکه خونش منتقل نشه، خب با این کار که خون جاری شد و جبیره هم نجس شد، بنابراین همون مقدار آب نمیخواد زیاد کم بریزه، به اندازه که گفتن روغن مالی، به اندازه که بدن موضع وضو خیس بشه اون مقدارم کجه. بعضی هم از اون طرف قش میکنن، یعنی چی؟ یعنی یه مقدار اینجاها رو میکشه ول میکنه، این نوک انگوش اگه بیرونه باید خیس بشه، این انگوشتای دیگه اگه بیرون هست اینا کاملا باید آب بهش برسه، فقط مقداری که جبیره هست روی جبیره مس میشه. بسیار به عنوان آخرین سوال خدمتتون سلام کردن، گفتن خسته نباشین، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، من جوان 17 ساله‌ای هستم که می‌خواستم ازتون سوال کنم، اگر در هنگام نماز در خانه نامحرمی نباشد میتونم با لباسی که آستین کوتاه هست نماز بخوانیم یا خیر؟ این در واقع هم آقایون هم خانم ها میشه. بله آقایون که مشکلی نداره، چون اون چه در مرد واجب هست ساتر و عورتین هست، ولی همون مردم که ساتر و عورتین حد واجب هست میگیم چیکار کنه؟ لباس کامل بپوشه، عبا به دوش بذاره، مصحبه بله یه چیزی هم به عنوان امامه هم رو سرش باشه، لازم نیست عالم دینی باشه، همه این مال همه است، لازم نیست پیر مرد باشه، حتی اگر جوونه، حالا جلو مردم ممکنه یه مقدار مثلا مسخره و فلان، اما انسان تو خلوت خودش تو خونه خودش یه محراب داره، اشکال نداره یه عبایی یه پارچه‌ای رو دوشش بندازه، اشکال نداره یه پارچه‌ای هم رو سرش ببنده، کسی هم نیست ببینه، خودش و خودش مشکلی نه، اما اگه وقتی مردم ببینن طبیعتاً باید ملاحظه مردم هم کرد، باعث خنده مردم نباشه انسان. نسبت به خانم هم همینطور، اون که واجب هست پوشیدنش همه مقداری است که در حجاب هست، همه بدن هست، اون مقداری که اشکال نداره بیرون باشه چیه؟ فقط گردی صورت و یه مقداری از روی پا که اونم احتیاطاً باید پوشیده بشه، یعنی جوراب بپوشه و دستاش به هیچ وجه در نیاد، یه مقدار از شونه رو هم داخل در حجاب بکنه و علی حال این جهات رو رعایت بکنه. از این یکی تو مرد گفتیم معلوم شد به خاطر نامحرم نیست، بلکه به خاطر یک دستوره. شما ببینید یه مهمونی که براتون وارد میشه اشکالی نداره اگر مثلا کسی با یه زیر پیرهنه یا با فقط ساتر و عورت مقابلش بیاد، اما یک نوع بی‌ادبی حساب میشه نسبت به خدا، این رعایت این ادب واجبه. بنابر این وجود محرم و نامحرم ملاک نیست. اگر آقا هستن اشکال نداره با زیر پیرهنه وایسن بخونن، اما بهتر هست اینها رو رعایت کنن. اگه سختت لباس بپوشی گرمه، بالاخره چیزی عبایی قدیمی تو خونه هاشون همه عبا داشتن، یعنی ولی مقدارش رو رسیدیم به اون قدیمی‌ها که سر می‌زدیم تقریبا تو هر خونه عبا بود، ولی خب بیشتر پیرمرده از اون عبا استفاده می‌کردن. قبل ترها حتی جوان‌ها مساجد، الان همین الان خیلی از مساجد قسمتی از عبا گذاشتن، انسان بر رو دوشش بندازه، حالا عبا نه یه چه میدونم چرچفی یه تیک پارچه چفی یه چیزی بر رو دوشش داشته. بسیار خیلی مشکرم، ممنون از توضیحاتتون، انشاءالله که بتونیم خورده خورده با استحباب نماز و عبادت آشنا بشیم اون شکلی که لایق خدا هست در مقابل او بایستیم. ممنونم از شما، خدافظی میکنیم. همچنین شما بزرگواران عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه های برنامه نشستیم، تا برنامه بعدی ها علی مدد رو خیلی.